خب بچا تو بخش پنجم میخوام توی تیم کار جذاب و باحال انجام بدیم اونم چیه اونم اینه میخوام بیام صفحه های مختلف بسازم توی تیم و این تقسیم بندی هوریزونتال و ورتیکالی که داریم رو میخوام بیام ریسایز بکنم و بهتون نشون بدم که چه اتفاقاتی داره میافته خب من این رو اینجا اجراش میکنم که وارد محیط تیم بشیم بچا که این پایین مشاهده میکنید یه عددی که حالا تعداد هایی که باز کردم و اینجا داره به من میگه که آقا الان توی یک میشه گفته صفحه هستی صفحه اول به اسم بش من هیچ اسمی هم بهش ندادم من خیلی راحت کنترل بی و سی رو که بزنم میتونم بیام و یک صفحه در حقیقت ایجاد بکنم یعنی دارید میبینید الان شد بش دو و من تو این بش دو تقسیم بندی ما انجام میدم حالا میخوام برگردم تو صفحه اول کنترل بی و عدد رو که بزنید شما بر میگردید تو صفحه اول و من این صفحه رو تقسیم بندی میکنم و این تقسیم بندی رو هم به این صورت میرم هم کنترل بی درصد و کنترل B دابل کوتیشن کار من انجام داد حالا من میخوام سفر بکشم این ور بچه کنترل بی رو که میزنید کنترل رو که نگه میدارید کنترل بی رو که میزنید کنترل بی رو که نگه میدارید با کنترل میتونید صفحتون رو بیارید اینور من حالا میخوام اینم ببرم بالا یه تقسیم بندی خوب میخوام داشته باشم کنترل B رو میگیرم و کلید آپو میزنم میبرمش بالا من کنترل B میزنم میرم تو اون پین بالای کنترل B و تی رو میزنم یه تایم برای خودم اونجا ست میکنم کنترل B میزنم میام پایین اینجا یه تاپی از یه سرور میذارم کنترل B و بک میزنم اینجا میتونم بیام برای مثال اس اس رو بذارم و اتفاقات دیگه کنترل بی و عدد دو رو میزنم میرم تو صفحه دوم حالا هر کدوم از اینا رو که بچه ها ببندید اون صفحه بسته میشه و مجدد با کنترل بی و سی کنترل بی و سی کنترل بی و سی میتونید تعداد زیادی برای خودتون صفحه ایجاد بکنید که بتونید بیاید برید کارهایی که دلتون میخواد انجام بدید پس هم یاد گرفتیم چجوری بیایم توی یک صفحه دستبندی بکنیم صفحه های مختلف رو و هم میتونیم بیایم ارزم به حضورتون که اتفاقات و ساختارهای خاص خودش رو داشته باشیم و بخش هایی که برامون داره به همون نشون میده میتونم بیام بین صفحات بچرخم میتونم بیام و این اندازه صفحاتی که وجود داره رو برا خودم تغییرش بدم امیدوارم که این بخش و این سکشن هم از دوره تیماکس به کارتون اومده باشه